آینه، اولین رسانه آموزشی خارج از کشور، برنامه‌های 24 ساعته بنیاد غیر انتفاعی آینه را از طریق کانال‌های ساتلایتی یا با دانلود کردن اپ آینه، آینه فاندیشن بر روی تلفن‌های همراه و یا از طریق کانال‌های اجتماعی و وبسایت آینه www.ayene.org 7 روز هفته دنبال کنید. با جهانگیر Thank you.
دیدم را دید از من یا 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 یه تنگه دارشن صدا یا صدا یا صدا یا یه تنگه دارشن صدا یا صدا یا دور از آشنام سر به آسمانم بندم جدا خیالم از بلای طوفان ساهرم بیرم را گیر از من خدایا 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 به منگ دامشن خدایا می‌کنم که پاکم به یه پیام می‌خواستم به دوستایی که اینجا هستن بدم. منم مثل شما بودم، منم با یه وضع خیلی بدی اومدم اینجا، اونقدر به هم ریخته آشفته بودم. حالا دوستم بچه‌های قدیمی که هستن اینجا بودم با من اینجا، خیلی وضع اوضاع بدی داشتم. منم بیشتر از یه ماه دو ماه پاکی تو عمرم نداشتم، منم تو شم بودش میامدم بیرون میزدم. بچه های اینجا، یکی از بچه های اینجا 4 سال 5 سال پیش با هم تجربه داشتیم، توی کمپ بودیم. برای خودم یه چیز درست کرده بودم، میگفتم که نه، چون من اجباری دادم کمپ میام بیرون میزنم. بعد واقعا به این رسیدم هیچ فرقی نمیکنه که خودت اومده باشی اجباری اومده باشی، چون اول آخر اگه لش کنی بری مصرف کنی، اونی که اذیت میشه و پدرش در میاد خود ما این، چون اون خانواده که نشسته تو خونه داره زندگیشو میکنه دیگه، با یه تلفن ما اینجا میایم اینجا. ولی چه خوبه که تازه سنا رو نگاه میکنم، من 36 سالمه. سنا رو که نگاه میکنم، نه سنا خیلی ها زیر 30 سالم. بهتون تبریک میگم. من شرایط کاریم جوری بود که از کمپ می اومدم بیرون، اولین دغدغه و مشکلم این بود که خب الان که پاک شدم، خب دوباره میخوام کارو شروع کنم. کارم کار بدنی بود، کار ماشینم بود، دوباره باید برم تو همین محیط رو نمیدونم، حالا گاراژ و یا تعمیرگاه اینا خودتون میدونید چه جوریه. ولی برام واقعا معجزه اتفاق افتاد. با بچهای بهبودی بودم، قدم قدم اومدم بالا، جلسه رفتم، قدم کار کردم، دنبال کار بودم، راه نمام میگفتش که توی مقطعی که گفت فلان فقط رو بهبودیت کار کن تا 6 ماه. بعد 6 ماه هم صحبت هر بار میگفتم، میگفت صبر کن، اون چیزی که بعد اتفاق برات بیفته اتفاق میفته و افتاد. از رو آگهی، هر روز آگهی روزنامه زنگ بزنم کار کنم، برام یه کار خوب پیدا شد، یه کار اداری توی شرکت مربوط به کارم بودش، کار اصلی خودم بود. برای من اسم معجزه بود. همه مشکلام با خانواده‌ام حل شد. اون دعوا و جنگایی که داشتم با خانواده. الان رفیقای خوبی دارم. شما رو دارم. میام پیش رفیقام، جلسه میرم، قدم کار میکنم، مسافرت میرم. ولی یه چیز میگم، حرفمو تمام میکنم. بیاین امتحان کنین. اگه بد بود مطمئن باشین که بد نیست. که بخواین دوباره برگردین. همین که تو خیابون رد میشین، ماشین پلیس رد میشه، نمیترسین، اما مولا بده دنیا میارزه. حس قشنگیه. به همه تون تبریک میگم. ایشالله همه تون تولد یه سالگیتون رو شمش رو فوت کنم. به شکرانه خدای عاشقتم، پدر عزیزم، بابک هستم، یه معتاد. سلام. سلام
به دلای پاکتون، میدونم خستید، خیلی وقت نشستید، خیلی کوتاه حرف میزنم چون شرایطتون رو درک میکنم. منم مثل خود شما ها تو این جلسات یادم یه زمانی شروع میشد، من 30 کیلو وزنم بود، 12 سال یویوی کمپا. کمپی نیست که منو نشناسن از زیر 1 ماه تا 1 سال تو کمپ نباشم. شب 1 سالگی بیام بزنم باز برم. بچه ها گفتم زورکی فلان، من خود اشتراک داشتم تو هر کمپی. یعنی شماره خونمون که میافتاد میدونستم بابک آدرس فلانجاست. به این راحتی. ولی چه اتفاقی میفته برای بابک که الان 2 سال اندی پاکه. بابک زنش رفت، بابک خانوادش رفت، بابک شد کارتون خواب خیابون، 30 کیلو وزنش، لباس سایز اسمال میبوشید، بازم لق میزد تو تنش. چه اتفاقی میتونه واقعا بیفته؟ من خدا رو قبول داشتم، همه چی رو قبول داشتم، ولی که یه بودم خلع داشتوش، من میترسیدم. من از قضاوت آدم ها میترسیدم، من میرفتم مواد مخدر مصرف میکردم فقط به خاطر قضاوت دیگران. این برنامه به من یه چیز جالب آورد که آقا هر کسی میتونه رو تو قضاوت بکنه. زندگیت رفت بعد نگرده، بابک شد 130 کیلو وزنش. بابک میگی میتونست یه جایی رفت کار پیدا کرد که تمام آرتیست‌های بزرگ کشور اومدن بغلشون داشت عکس میگرفت. من معتاد کارتون خواب کجا برم بغل فلان بازیگر زن و مرد واستم؟ بابک امروز تو سختراش عالیان انتخاب میکنه. آره 41 سال هم سنمه، ولی میگم جوونم. حس جوون این برنامه این چیزها رو به من داد. پس میشه شدنی. 80 سال پیش یه بابا بیل بودن اومدن و امتحان کردن و شد. پس میشه مورا در زین برنامه نمیدن. میدونی که دوست داری؟ من هم زیاد رفت از آجوانگی تشکر کنم. فوق العاده انرژی گرفتم، انرژی که بس سر تو سرش رو ستاره بگی و داخلش یه خوشی کلام کلامش من انرژی داد. خدا شده هیچ وقت فکر نیم که یه وقت انرژی تو من وارد بشه. خیلی ممنون از شما همه تون کس نمیداند از من جز اندکی، بس هزاران جرم و بدفعلی یکی. هرچه کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناورده آورده گرفت. عف کردم جملگی جرم و گناه، شد سفید آن نامه روی سیاه. در بونه چاهی همی بودم نگون، در دو عالم هم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای او نیاید در بیان. ممنون. ماشاءالله. من تشکر میکنم، گفتم آقا جهانگیر اومد یه آرامش خاصی داد بهمون. از همه بچه ها تشکر میکنم، امیدوارم که بتونن سالم زندگی کنم و بتونیم همون یک بار زیاد هزار بار کافی نه. من همیشه از سر اون مصرف یک بار ضربه خوردم، امیدوارم همون یه بار رو نزنم. هیچ چیزی هم دنبال معنویت و خدا و قدمی نیستم، میخوام اون یه بار رو نزنم دیگه، اون یه تجربه رو دیگه تجربه نکنم. میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم، میدونی که اومدم تو برنامه شروع کردم گلایه و شکایت کردم. یه دوستی برگشت و من گفت جهانگیر اگه صبر کنی دوست دختر خوشگلم میگیری. گفتم با این قیافه همینجور که رضا گفت با این شکل من زن دارم. گفت باشه، ولی اینقدر زیبا میشی که همه میخوان نگاهت کنن. بچه صبر کنی. زنم رفته بود، ولی همون زنم شد دوست دخترم. بزنی در اون رکه زن دارم. کسی هست که بینید 24 ساعت این قشنگترین جاست، جای برنامه مونه 24 ساعت تا 1 ماه پاک باشه؟ شما چی بگید؟ 24؟ شد که خودم واسه هم معتاد بزرد.
19 روز ماشاءالله. علی هستم، معتادم هستم، 14 روز ماشاءالله. معتاد هستم یک، معتاد 6 روز ماشاءالله. سعید هستم، معتاد 10 روز ماشاءالله. سعید جان بله، ازام معتاد 8 روز ماشاءالله. علی به نام خدا، سلام، حسین هستم، معتاد 20 روز ماشاءالله. علی به نام خدا، عباس هستم، معتاد 20 روز ماشاءالله. مسئول هستم، معتاد 15 روز ماشاءالله. شکر خدا، محمد هم معتاد حرکتن از 9 و 10 ماشاءالله. رحیم معتاد 18 ماشاءالله. علی شکرت خدا، حسن معتاد امروز شد 12 روز ماشاءالله. دو ماه بعد این شما عذرخواهی میکنید. به شکرانش آرش هستم، معتاد 26 روز ماشاءالله. علی هم معتاد 30 روز ماشاءالله. مرتضی هستم، یه معتاد 23 روز ماشاءالله. رضا هستم، معتاد 10 روز ماشاءالله. به نام خدا، علی معتاد 25 روز ماشاءالله. ماشاءالله. میدونی که دوست داری، میدونی که دوست داری، میدونی که دوست داری. کسی که مواد مخدر مصرف کنه خودشو دوست نداره، نمیتونه بگه من خانوادم رو دوست دارم. پس میدونی که ما دوست داریم، میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم، آفرین. میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم. کسی که تا یک ماه کسی که میخواد این چیپ خوشرنگ که هنوز بچه ها بعد از 15 سال خدا شاهده من هنوز تو اون کف این چیپ هم چقدر خوشگه. یک ماه کی میخواد بگیره؟ خب کی میخواد شما چیپ دو بده؟ یک به شکرانش کامران موتور 38 روز. میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم، میدونی که مشکلا بیا سمت میدونم که دوست هم دارم. یک ماه بعدی 31 روزه بعدی علی معتاد 30 روز میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم. انشالله همین بغلا رو بدهکارم میشه، باید دیگران رو بغل. خب یک ماه بعد، خب بعد من سیاوش با تو چلو سیاوشی بزن بچه‌ها. حالا شما یه چیز دیگه ببینید. خب یک ماه بعدی بچه‌ها، من اگه برای من الان این رستم بچه‌ها از اون چیزا بزنه ها، چی بهش میگن؟ کیک بزنه، 1200 تا دوپامین آزاد کردم، میبرم سه طبقه زیر زمین. اینقدر انرژی من داره، فکر کنم من زدم اینقدر. شما انرژی گرفتم به علی و اولادش. میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم، میدونی که دوست داریم. یه ماه بعدی، سی روز بعدی، خب 60 روز. بابا ستان خوی چی باشی؟ نیمایی یک نیکوتین هم میگن در آقا نیمایی چی پیگه بعدی باشی؟ محمد هم معتاد یه ماه نیکوتین ماشاءالله. میدونی که دوست داری، میدونی که دوست داری، میدونی که دوست داری.
خب بیا من بغلت کنم دیگه. بله بله آقا جهانگیر رو دو سال من میشناسم. خب مرسی. خب تا دو ما بچه ها تا 59 روز جانم بگو علی یک مداد 64 روز میدونی که کسه داری میدونی که کسه داری خب بچه ها تو نمیدونی به خدا امشب من مادرم مرده پریشب خوابشو این خورمم به خاطر اون دادم پریشب خوابشو دیدم داری گریه میکنه حالا این علت این گریه کردنش این بود که اونجا میگن شاد تو عرشی که خداست گریه میگن شادی میاره خاطر این بچه اونه که دارن خدا حفظشون کنه اونم که نداره امشب تو عرش خب تا 59 روز بله به شکرهاش وحید معتاد 45 روز ماشاءالله وحید میدونی که ماشاءالله به شکرهاش سپهتی هم معتاد 38 روز ماشاءالله به دو ماه بله یاشارم معتاد 1 ماه و 26 روز ماشاءالله به دو ماه خب کسی که میخواد این چیپ خوشگله سبسوری دوم بله پرمیشه شکر خدا امیرم مرتا 39 روز ماشاءالله شکر تمام اینجا خب دو ماه خب تا 90 روز یک روز به 90 روز مرسی محمدم معتاد دو ماه و 13 روز ماشاءالله خب تا سه ماه تا بله پرمیشه به نام خدا علی هم معتاد امون سو هم سه ماه و 5 روز ماشاءالله چی میخوایی بده میدونی که تو سه داری تا آقای بعد آقا جانم بگو بابایی هستم معتاد امروز یه روز اگه نپر فیوز شدم 5 ماه 24 روز میدونی که دوست داری تا 9 ماه ماشاءالله مرسا معتاد 8 ماه و 3 روز تا یک سال جانم شکر خدا علی معتاد 9 ماه و 6 روز ماشاءالله تا یک سال 18 ماه بچه ها 2 سال بله نه بله میده خدا محمد معتاد 1 سال 10 ماه و 12 روز ماشاءالله 3 سال بله ای خدا عاشقتم بازم بابک هستم یه معتاد امروز شد 2 سال و 4 ماه و 20 روز عاشقتم خدا ماشاءالله شکر خدا هادی معتاد امروز شدم 2 سال و 18 ماشاءالله میدونی که دوست داری خب سه سال بله سعیدم معتاد 3 سال و 7 ماه و 16 روز میدونی که دوست داری 5 سال 6 سال 7 سال، 8 سال، 9 سال بله شکر خدا عباسم معتاد امروز شدم 6 سال و 1 ماه و 18 روز میدونی که دوست داری 9 سال، 10 سال بله 10 سال، 11 12
رضا؟ 13 رضا هم قدری به نام خدا، منم رضا هم معتاد، 12 سال و 9 ماه و 4 روز. بچه ها این رضا واقعا عاشقه، واقعا تو گمنامی خدمت بود. زنده باشه به خدا. خب 14 15 16 بله اسمم بابا حسین معتادم هستم، 14 سال و 8 ماه و 2 روز. ماشاءالله. میدونی چه دوست داری؟ به نام خدا، من جهانگیرم، یه معتاد عاشق، یه معتاد عاشق. عاشقا نیت کنید که ببین عشق ما رو اینجا رسونه، عشق الهی. یه مژده بودم، مژده بده، مژده بده. یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. خدا ما رو انتخاب کرده بود، ما ازش دور بودیم، الان ما رفتیم دوباره سمت خدا. خدا رو انتخاب کردیم، اون رو باید تو بغل ما، ما هم رفتیم تو بغل ما. 15 سال و 6 ماه و یک روزه که قطع مصرف بچه ها، الکل، مخدر، سیگار، تنباکو، شما هر چی بگی. ولی بعضی وقتا یه خود این احساسات کار دستم میده، از خدا میخوام اون احساساتم بتونم مهار کنم که واقعا بتونم یه خدمتگزار واقعی باشم. همه تون رو دوست دارم. جلسه پرباری بود برای من، خیلی از تک تکتون انرژی گرفتم. خواست خدا بوده من بیام اینجا. بچه ها دعای همه تون میگیره، فقط اگر دعا میکنید از خداوند بخواید چی آگاهی بهتون بده که چی افتیم. بینایی ده که در چاه نیافتیم، بکشای دلی که در گشاینده تویی، بنمای رهی که ره نماینده تویی. من دست به هیچ دستگیری ندهم که ایشان همه فانیند و پاینده تویی. الهی قسم بر اخترانم، به حق حرمت پیغمبرانم، به درد لاله بنشسته بادا، به اشکی بی مراد و بی سرانجام، به خونابشتگان دشت بینا، به عمر کوتاه یک قطره باران. الهی قسم بر پاک بازان، بلند آوازگان و سرفرازان، من از این خود پرستی ها رها. تولد، تولدت مبارک، مبارک، مبارک. بگی تولدت مبارک، تولد، تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک، تولد، تولد، تولدت آقا تولد دو سالگی خشایار کو؟ خشایار. خب خشایار به جاش میتونه داوود. خب خشایار نیست، پزشک گمنامی داره. خب 4 سالگی محمد تولد. رتی بیا. تولدت مبارک، مبارک، مبارک. 6 سالگیه علی آقا تهرانی. تولد، تولد، تولدت مبارک، 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 مبارک. 8 سالگیه حاج عباس. ببینم چی ببینم. قول نه. قول نه. خب سب کن. حاج عباس تولد، تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک. ایشالا ادیت میشه دیگه. حالا میتونید بچه ها نیت کنین دو سالگی خشایار عزیز، چون که خب جاش عباس نماینده اهم اونجا میتونه خودش نیت کنه، میتونه صداش باشه، کافی خوبه. خب اینو لطفا بهش بدید.
اینو ببرم سر اون دیگه حالا چلو باشه دیگه. آره منم خشیارم معتاد امروز شدم 2 سال و 2 هفته. ماشاءالله متشکریم. تولد تولد تولدش مبارک 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 تولدش مبارک. والا منم خیلی خوشحالم، این 2 سالگی واسه من خیلی ارزش داره. 2 سال کنار شما بودم، خیلی خوب بود. حالا من شمع 2 سالگی من میخوام بدم اگه بشه به آقا جمشید. آقا جمشید با عشق، قربون شما. مرسی از همتون. آقا من یه سری کار رو کاری نکردم، یه سری کار رو انجام ندادم، مثلا پیش دوستای مصرف کننده نرفتم، پیش محلی که مصرف میکردم اونجا نرفتم، من یه سری کار رو انجام ندادم، فقط همین بین بچه ها بودم، هیچ وقت نذاشتم بین من و گروه فاصله بیفته، یعنی سعی کردم که بچستم به بچه ها، واقعا همین چیزا تونست منو بالا بیاره. تولد 4 سالگی محمد. سلام، من محمد معتاد امروز شدم 4 سال و 8 روز. تولد تولد تولدت مبارک 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 مبارک. منم خدا رو شکر میکنم که تو جمع شما، خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم. بعد آرزو میکنم که تموم جوونا عاقبت به خیر بشن، سلامت باشن، از زندگیشون لذت ببرن، از این دام اعتیاد بیان بیرون، به خودش خبری نیست. من تنها کاری که کردم تونستم تا الان بیام فقط این که تنها نموندم، با بچه ها بودم، صبر کردم و حرف گوش کردم. همین چند تا رو آدم بتونه اجرا کنه میاد بالا، به امید خدا و توکل به خدا. مرسی. مرسی محمد. تولد 6 سالگی علی. تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک. قشنگ بود کلامت. من علی ام معتاد 6 سال و 5 روز. ماشاءالله ماشاءالله. تولدت مبارک مبارک تولدت مبارک. جوک بگم. از خدا ممنونم که کنار شما و اینکه امیدوارم که بتونیم سالهای سال کنار همدیگه باشیم و آره شاد و سرحال. فکر میکنم الان امروز اینجوری شدیم که همون شاد میتونیم بدونیم که چیزی مصرف کنیم، شاد و سرحال کنار همدیگه باشیم. از همه تون ممنونم، از دوستای خوبم، از آقا محمد ممنونم که اینجا رو این فضا رو آماده کردن که بتونیم حالا دور هم جشن بگیریم. امروز هم جشن قدم 12مونه و همین که میخواییم درختکاری انجام بدیم و همینطور تولد بچه ها. بازم بهشون تبریک میگم و ما همین نشون میدیم که دور هم هستیم، نشون میدیم که میشه بدونی که چیزی مصرف کرد زندگی کرد، میشه چه بدون اینکه چیزی مصرف کرد زندگی کرد، زندگی با کیفیت، میشه زنده موند بدون اینکه چیزی مصرف نکنی، امکان داره ولی شاید حالت خوب نباشه. ولی من و دوستانم که اینجا هستیم هممون دنبال اینیم که کیفیت زندگیمون بره بالا و بتونیم که قشنگ زندگی کنیم، چون اونورم با مصرف مواد دنبال همین بودیم. من به شخص همین بودم، مواد یه وسیله بود برای من، من دنبال اون حالی که مواد به هم میداد میگردم. اون حالم هیچی نیست جز همدلی. چطور مصرف میکنیم بعدش میشستیم برای هم قصه تعریف میکردیم که اون حاله به دست بیاد. الان هم همین شکلیه، چیزی مصرف نمیکنیم ولی دور هم جمع میشیم و زندگی واقعیمونو برای هم تعریف میکنیم، نه قصه. و اینجاست که ارزش درمانی پیدا میکنه قضیه، که میتونیم اون چیزی که داریمو با بخشندگی و خیلی ساده در اختیار بقیه قرار بدیم، بتونیم راجبش با همدیگه صحبت کنیم. میگه هیچ چیزی ارزش درمانی مشارکت صادقانه رو نداره. کمک یک معتاد به یک معتاد چجوریه؟ مشارکت صادقانه، همین. و اون چیزیه که این همین مشارکت صادقانه، اون حس خوبیه که الان من کنار دوستان به دست میارم و از این بابت، فقط از این بابت از خدا سپاسگزارم. مرسی. ماشاءالله علی. عجب عباس. خب
تولد تولدت مبارک مبارک به نام خود عباس همه معتا. سلام عباس. من 8 سال و 1 ماه و 8 روز ماشاءالله. از خدا ممنونم و همینجور از دوستانم ممنونم که تو این جشن منم شرکت کردم. تبریک میگم به محمد آقا، علی آقا، آقا خشایار. به خودم هم تبریک میگم که تونستم تو این جوونا بمونم و از خدا خیلی ممنونم که بعد 57 سال زندگی کردن یه راهی رو پیدا کردم، به خدا نزدیک شدم و هر چی از خدا میخوام تو این راه بهم میده. و برای همه همدردام دعا میکنم و از خدا میخوام که شما باشید، من در کنار شما باشم. خیلی ممنون. ماشاءالله. به نام خدا، منم جانگیر هستم، یک معتاد عاشق، یک معتاد عاشق. بابت امروز من سپاسگزار هستم. نمیخوام بگم امروز یک روز خاصیه، نه، امروز هم مثل روزهای دیگه، مثل ساعتهای دیگه، مثل دقیقهای دیگه، مثل لحظهای دیگه، یک روزیه که خداوند به ما هدیه داده و این هدیه رو ما میتونیم همینطوری که پاکیمون رو جشن میگیریم، همین که میخواییم برای جبران خسارت به طبیعت یه درخت بکاریم. امروز شد دو تا درخت تو باغ محمد بکاریم. درختی که 2 سال پیش ما کاشتیم مشخصه چقدر روش کرد، سر وقت چقدر روش کرده و چقدر بزرگ شده. این که ما میتونیم با هدیه دادن، ما همیشه به دنبال این بودیم که هدیه بگیریم، ولی امروز نگاهمون به دنیا و مردم عوض شده. لذتی که تو هدیه دادن هست تو هیچ چیزی نی، لذتی که تو بخشش هست اصلا نمیشه قابل مقایسه با انتقام، و انتقام جوری نیستش. ما امروز به زمین خداوند، به این هدیه‌ای که خداوند به ما داده، یه درخت هدیه میدیم. ما سالها به واسطه رنجی که تو دنیای تاریکی بودیم خیلی خسارت ها زدیم، ولی امروز آگاهانه حرکت میکنیم و بابت همین خدا رو شکر میکنیم. یه مژده بده، مژده بده. یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. مشکل ما بچه ها مشکل مواد مخدر اصلا نبوده، مشکل ما کمبود قدرت بوده. مشکل ما این بود که عشق رو به درستی نمیشناختیم. مشکل ما خلأ روحانی بود. امروز با بیداری روحانی، اولین قدمی که تو شناخت خودمون برمیداریم این که نواقص اخلاقیمون رو بشناسیم و بتونیم اونا رو مهار کنیم. همینطوری که تو جزوه حدود 1 ساعت پیش خوندیم، داشت به ما میگفت اونا چه بخوایم چه نخواهیم، این نواقص و ضعف ها با ما هست. کمبود قدرت این بود که ما رو وادار به یک کاری میکرد که برخلاف میل باطنیمون خسارت بزنیم. هیچ کس نمیخواد به خودش، به اطرافیانش، به خانوادهش، حتی به طبیعت خسارت بزنه، ولی به واسطه اون ما خیلی خسارت زدیم. بابت این بیداری روحانی که هممون پیدا کردیم از خداوند سپاسگزار می بود. تبریک میگم به تک تک بچه ها که امروز تولدشون بود. آره، از محمد تشکر میکنم بابت اینکه این فضا رو در اختیار ما گذاشت. جشن گرفتیم، از دیروز سال با همدیگه هستیم. از سفره که انداخت ممنونم هستم. از علی ممنونم که یار این برنامه است.
از خشایار عزیز که آره خیلی خوبه که با این شهامت نمیخواست دیده بشه، حالا به خاطر شرایط اجتماعی که داره، ولی کلامش رو گفت، ازش ممنونم که توی مسیر هستش. از عباس عزیز ممنونم، عزیز که رفیق ماست، یار ماست. توی مدتی که من حال هوای خوبی نداشتم به خاطر اینکه خب سوء استفاده ازم شده و پذیرفتم که شده و خودم مقصر بودم که اجازه دادم این اتفاق بیفته، یار من بود و به من کمک کرد. بچه‌هایی که توی این مسیر بودن تشکر، از گروه تشکر، همزمان با جشن قدم 12 ما هست. 2 سال پیش ما اینجا جشن قدم گرفتیم، تموم شد و دوباره از نو. این که میگم ما فقط برای امروز از نو هر روز شروع میکنیم. دعا کردن دیروز من مال دیروز بود، جلسه رفتن مال دیروز بود، خدمت کردن مال دیروز بود. امروز باید همونا رو دوباره تکرار کنیم و این قدم ها تموم شدنی نیست. ایشالله سری بعد دوباره میدونم محمد این درخت رشد میکنه و باغش بزرگتر و بزرگتر میشه. این روزو بچه ها اگر اجازه بدید من هدیه بدم به آرش. درخت رو هدیه دادیم هممون به زمین، این روزو هدیه میدم به آرش. آرش 4 روز همسفر ما شده و ازش میخوام که احساسشو و تجربهشو بگه. آرش جون به تبریک میگم، خوشحالم خوشحالم همسفر ماست. شکر خدا منم آرشم معتاد. سلام آرش. منم جا داره خدای خودم شکر کنم برای این هدیه که به من امروز داده. با دوستای بهبودی باشم بجنی دوستای نابودی، میتونم یه بذری به زمین هدیه کنم، انشاءالله سمبل پاک بودنم بشه، سبز بودن زندگیم. همونطور که این درخت و این گلدون کوچیک درمیاریم به این زمین بزرگ هدیه میکنم، میخوام زندگی خودم اون دید تونلی در بیاد، دیدم بازتر بشه. همه بچه هم تشکر میکنم، از جهانگیر عزیزم ممنونم که واقعا خیلی این سری به من کمک کرد، هر جوری بود منو دوباره برگردون به این حلقه، واقعا ازش تشکر میکنم. نمیدونم چی کار باید بکنم، انشالله که با پاکیم بتونم فقط تجربه لغزش هم دور شدن از بچه ها. رفتم دو غار تنهایی و اینکه من میتونم دوباره مصرف کنم، یک بار رو بزنم و دیگه ادامه ندم. خیلی خب این خیلی قدرت پیش خودم اصلا احساس میکردم میتونم این یه بار رو مصرف کنم. خیلی چوبشو خوردم، چندین بار من چوب این یه بار مصرف رو خوردم، بازم همینطوری شد دیگه. این یه بار رو مصرف میکنم، کسی نمیفهمه، چیزی نمیشه. مصرف کردم و نتونستم دیگه مصرف نکنم، مجددا افتادم تو مصرف و این مصرفه اونطور که میخوام دیگه چیز نمیداد، جواب نمیداد. مصرف دوست نداشتم که یه کاری رو انجام بدم و انجام میدادم و از این واقعا عذاب میکشیدم. خوشحالم، خیلی خوشحالم که زیاد طول نکشید و میگم همونطور که گفتم آجانگیر واقعا دست من رو گرفت. و چه چیزی مانع میشد که تو ارتباطتو با بچه ها نذاری؟ که ارتباط ندارم بی خدایی، اون نوری که بعد تو دل من روشن میشد، جرقه که بعد برای من میخورد احساس کنم نخورده بود. این صحبتی امروز کردم بود بی خدایی، میگفتم تو خیابون را میرفتم و اتوبان میخواستم میام این بر برم به سمت خونه، گفتم بالا سر ما که بودم خدایی هستی؟ یعنی میبینی؟ با یه بغضی گلومون یه رو گفتم نه بابا خدایی نیست که، اگرم باشه مال این دنیا نیست. اینو گفتم و رفتم، اصلا نفهمیدم چجوری شد اصلا مسیر خونه یه طرف دیگه شد به مسیر نابودی، به مسیر مصرف کردنم. یعنی همون بی خداییه دیگه. بعد دوباره همون تنهایی و همون شما خیلی بد بود برام. برای اینکه تو این مسیر قرار بگیری چی کارایی باید بکنی؟ برای اینکه تو این مسیر خواهم بمونم، تنها کاری که باید بکنم این که ارتباطم رو دیگه قطع نکنم. تنها ارتباط قطع کردن من باعث لغزشم شد.
اینکه هر جوری شده ارتباطمو قطع نکنم، با بچه‌ها بیام باشم بینشون. بعد بار اولو مصرف نکنم. این پیامی که من میتونم بدم و 14 سال زندگی منو همین بار اول مصرف کردنه برد. یعنی جوونیمو برد، از درون داغونم کرد، مریضی‌های مختلف گرفتم. سر همین بار اول مصرف کردنه رو نکنیم. قدم ها چیکار کرد تو رو؟ آرش جون جاش قدم هم داری، تو هم میتونی یه پیام 12 قدم رو بدی. منم از سلام دوستان، منم آرشم معتاد، منم از خداوند ممنون و سپاسگزارم که به این روشنبینیه رسیدم. دیگه مواد کشیدن واقعا فایده ای نداره. خدا رو شکر میکنم امروز چک و لغدای مواد مخدر رو به هر شکل و هر نحوی نمیخورم. خدا رو شکر میکنم که امروز تو این جمع هستم. هم میدونم خدا یه جایی با من کار داره. آخه چک و لغدای اعتیاد من زیاد خوردم، دربدریاشو زیاد کشیدم. برای اون عزیزی که برای اولین بار، اون دختری، اون پسری که برای اولین بار لبش میخواد به مواد مخدر بخوره دعا میکنم. واقعا این اتفاق پیش نیفته. چون که خودش هیچی، یک خانواده هم نابود میکنه به واسطه این قول و اهریمن احتیاط. یک خانواده هم نابود میشه. خدا رو روزی هزار بار شکر میکنم. واقعا من احساسام برگشته. تمام احساسایی که من 7-8 سال هیچ کدومو تجربه نمی کردم، تو دامن اعتیاد بودم، نمی فهمیدم روز کی میاد، سال کی میاد، ماه کی میاد. خدا رو شکر میکنم امروز اونا رو احساس میکنم. میگه زندگی زیباست ای زیبا پسند، زیبا اندیشان به زیبایی رسند، یا زنده اندیشان به زیبایی رسند. انقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت. زمانی که دست میکشی و مسیر زندگی تغییر میکنه، این زیبایی رو میتونی درون خودت پیدا کنی. گاهی باور ما بر اینه که زیبایی رو باید توی یه جای خاص پیدا کرد، توی آدم های خاص پیدا کرد. ولی با کارکرد 12 قدم معنوی بچه ها این زیبایی رو درون خودمون میاریم. نگاهمون به طور کل تغییر میکنه و زندگی برامون راحت تر میشه و شادتر. یه زندگی شاد روحانی، زندگی که خیلی ها آرزوشو دارن و خیلی ها میخوان بهش برسن. اینو تو این بچه های 12 قدم به وضوح میشه دید، با رفتارشون، با منششون، با فروتنیشون. یعنی اون قدرته که میگن از ایمان سرچشمه میگیره میشه توشون پیدا کرد. فقط یه چیزی، اینکه دست بکشیم و تسلیم بشیم، مثل روزای اول بپذیریم که نیاز به کمک داریم. و تغییر کردن سخته. شاید تو این مسیر با دردهای ناآشنایی روبرو میشیم که باورش برای ما خیلی سخته و آزاردهنده. ولی آروم آروم این دردها تبدیل به عشق و شادی میشه. از بچه های گروه که نزدیک به 30 نفر بودن سپاسگزارم، تشکر میکنم از اینکه همراه من بودن. حالا یه سریشون بیرون از دوربین هستن به خاطر شرایطشون، نمیخوان دیده بشن. یه سریشون هم که الان صحبت میکنم پیامشون میدن. یکی از اون بچه ها علیه، محمد، وحید و علیه که خیلی درد کشیده، رسول که هم سفر ما بود، خیلی بچه خوبیه، خیلی درد کشیده. از علی میخوام پیامشو بگه. اصلا هدف از کار کردن 12 قدم چیه؟ هدف دانشه یا اینکه تغییراتیه که برای خودمون ایجاد بکنیم؟ بعضیا میخوان دیگری رو با این کار کرده 12 قدم دیگری رو تغییر بدن.
خانواده رو تغییر بدم، محیط و اجتماع رو، آدم ها رو تغییر بدم. ولی خوش به سعادت اون که با کار کردن 12 قدم خودش رو تغییر میده. وقتی ما خودمون رو تغییر میدیم، جهان هستی و عشق و خداوند و رویاها و آرزوها رو درون خودمون میتونیم جستجو کنیم. من علی هستم و یک معتادم. سلام علی. سلام دوستان. والا موقعی که من وارد این برنامه شدم و ناامید و تنها، احساس تنهایی و ناامیدی عمیقی میکردم و بعد از مدتی که گذشت و وارد برنامه بودم، چون خیلی خسته بودم، من بعد از مدتی که خستگیم درد شد به خودم اومدم و وارد فرایند قدم ها شدم، متوجه شدم که قدم های جورایی ناخودآگاه رو من داره کار میکنه. و وقتی که با بچه های بهبودی بودم، با بچه هایی که نمیخوان چیزی مصرف کنن بودم و تو جلسات گروه شرکت میکردم، متوجه شدم که قدم 1 تا 3 داره اتفاق میافته. تو قدم سوم تصمیم گرفتم که و قبول کردم تو این 3 تا قدم اول که یه سری موانعی هست بین من و خداوند، و تصمیم گرفتم که عبور کنم، بتونم بگذرم. گذشته من رو رفتارهام، رو آیندم داشت تأثیر میذاشت و من داشتم تو بهبودی، تو اوایل بهبودی مخصوصا، تو اون دورانی که با زندگی مواجه شده بودم، احساس میکردم که گذشتم داره روم کار میکنه، هنوز زنده است یه سری چیزها و اینا مانع است که بتونم تو زمان حال زندگی کنم و بتونم حال خوبی داشته باشم. و تصمیم گرفتم که این لایه‌های زیرین، چیزهایی که موانع من هست با ارتباط من با خداوند، اینا رو برطرف کنم با نیروی خداوند و گروه و سپردم به خداوند به اندازه درکم، اونقدری که درک میکردم اون روز. خیلی جاها من میشنم که مثلا خب میگن قدم کار کردیم، قدم کار میکنیم، ولی اینجوری نیستش که بگم خب مثلا من کار میکنم یا قدم کار کردم و تموم میشه خیلی چیزها. نه، من هر بار که این فرایند رو دوباره شروع میکنم، یه قسمت های جدیدی و عمق میگیره، این شناخت من نسبت به خودم بیشتر میشه، عمق میگیره. و حالا با نقصام آشنا شدم. من یادم وقتی میخواستم لیست قدم 6 رو بنویسم، با یکی از افرادی که حالا تو گروه تجربه زیادی داشت مشورت کردم و گفتم، تعجب کردم، خیلی ترسیده بودم، گفتم اصلا فکر نمی‌کردم هم اینقدر من نقص یا اینا اصلا چه جوریه، مثبت منفی، چقدرش خوبه، از چقدر به بعدش میتونه اختلال به وجود بیاره تو رفتار من. و اون فرد یادم یه حرفی من زد، گفتش که خب باشه این لیست رو نوشتی قبوله، ولی میتونی 4 تا خوبیات هم به من بگی؟ اونا رو چی؟ من نمیدیدم. یکی از چیزهایی که گروه به من کمک کرد این که نکات مثبت و قسمتهایی که استعدادهای خوبی که من داشتم رو به من نشون داد و پیدا شد، خودش یه جوری پیدا شد و گروه به من گفت که میتونی، به من این شهامت رو داد، گفت میتونی، گفت بیا بنویس اول، باش روبرو شو و ببین که باشه تو نکات مثبتت میتونه انقدی قوت بگیره که منفی اصلا به نظر نه. و خوشحالم که تو قدم 12 میتونیم دور هم جمع بشیم، اینجا جشن بگیریم این بیداری روحانی رو و بتونیم پیام امید بدیم به هم دیگه، بتونیم وعده اینو بدیم که میتونیم آزاد باشیم، میتونیم رها بشیم از گذشتمون، میتونه اون تأثیر عجیب و غریبی که رفتارهای گذشته رو من داشته، میتونه اونا به مرور کمرنگ بشه. و میگم این تغییر، حالا آقا جانگیرم صحبت که راجب تغییر، در ابتدا من رفتارهام سعی کردم که تغییر کنه با نیروی گروه، رفتارهای من تغییر کرد، افکار من سالها وقت لازم داره تا تغییر کنه، نگرش من به دنیا و داره این اتفاق میفته. ولی امیدوارم که روز به روز بهتر بشم، همچنین الان
تو گروهی که هستم بتونیم با همدیگه شاد به همدیگر بپذیریم همونجور که هستیم. از خدا میخوام که به همون شهامت بده که با خودمون بتونیم روبرو بشیم، سخت نگیریم به خودمون تا بتونیم برای دیگران هم همین جوری باشیم. یه چیزی که کل جنبندی من قدم ها فهمیدم این که سعی میکنم همون درک کردن که تو قدم 11 میگم، سعی میکنم که همون چیزی که برای خودم میخوام برای بقیه هم بطلبم. همون جوری که با خودم رفتار میکنم با دیگرانم هم همون جوری باشم و بتونیم که با دنیای اطرافمون قبلش با خودمون به صلح برسیم و بعدش با دنیای اطرافمون. بازم ممنونم از محمد عزیز، تشکر میکنم، مرسی، دوستتون دارم. خب من محمدم معتاد. سلام دوستان، منم اول جا داره خدا رو شکر کنم که تو جمع شما هستم و اینکه پاکم خدا تشکر کنم. والا این 12 قدم و این درختکاری و اینا رو من یه برداشت درک امروزم از این بود، از اینه که ما هر چی بکاریم همونو درو میکنیم، هر چی رو، یعنی الان این درختو کاشیم هیچ وقت گردو درو نمیکنیم، همینه. پس بهتر ما بذر محبت، آشتی، صلح، جوانمردی، ایثار، تمام این چیزای خوبو که ما اگه بتونیم خالصانه بدون توقع با فروتنی این کار انجام بدیم، زندگیمون یه خورده رو به بهبودی میره، میتونیم قشنگتر زندگی کنیم. باز خدا رو شکر میکنم. بخوام از احساس الانم بگم به اون چیزایی که میخواستم، یعنی اون چیزایی که قبل از مثلا مصرف، موقعی که زمانی که مصرف میکردم فکر میکردم که مگر الان ترک کنم چه چیزایی به دست میارم، مادی به این چیزا نرسیدم، ولی حال خیلی خوبی دارم. زندگی الان برام خیلی قابل تحمل تر از زمان مصرفم، قشنگتر میتونم لذت ببرم از زندگی، از این چیزایی که میبینم، از دوستان. من روزی که اومدم خواستم بیام تو برنامه کمک خواستم، یعنی قبلش من پیام گرفتم، به من علی پیام داد. چجوری پیام داد؟ زمانی که من فقط دیدمش، هیچی به من نگفت، نگفت بیا ترک کن برج نمیدونم فلان پیدا میکنی اینو پیدا، نه، فقط من دیدمش. وقتی دیدمش دیدم چه حال خوبی داره. من وقتی وحید رو دیدم برام جاذبه شد، دیدم چقدر خوبه، چقدر حالش خوبه، از چشاش میشد فهمید که داره زندگی لذت میبره از زندگیش. منم ازشون کمک خواستم، گفتم با ما رو هم شریک کنید تو این عشقی که دارید میکنید، و اونم خالصانه برادرانه منو کمک کردن، همونطوری که ما همین جوری خدمت میکنیم به دیگر. خدا رو شکر میکنم، بازم ازتون تشکر میکنم، مرسی. ماشاءالله.